آخرین قانون میشه در واقع قانون پنجم ما، قانون پنجم شباهت که خطوط عمودی افقیه. یه بار دیگه سریع مرور میکنم تون تون که کسایی که حالا قبل‌ترا رو یادشون نیستش سریع یه شناختی پیدا کنن. قانون پنجم خطوط عمودی و افقی. از اول یه بار این قوانین رو براتون مرور میکنم. شمارش کله، من گفتم که اگه بخوایم یک موجودی، حیوانی، شیئی، هر چیزی رو که بکشیم یک عنصر ساده و واضح توش پیدا میکنیم و اون رو با خودش مقایسه میکنیم، با پیشفرض سراغ هیچ چیزی نمیریم. مثلا برای انسان تو طول تاریخ هنر بهتر دیدن که فرم کله رو ما در نظر بگیریم، ببینیم این آدم چقدر ارتفاع خودشه، ارتفاع کله خودشه، یه ارتفاع، دو ارتفاع، سه ارتفاع، چهار ارتفاع، پنج تا، شش تا، یه خورده مثلا شش تا، هفت تا، اصلا هر آدمی ممکنه متفاوت باشه. با فرمول جلو نمیرید، هیچ کس یک قانون ثابت نداره. با خودش مقایسه میکنیم، ببینیم مثلا ارتفاع 6.5ه، میگیم خب پهناش چقدره، یعنی منتهی علیهش تا چقدر پاش جلو اومده. این دفعه پهنای کلش رو در نظر میگیریم. اگه اینطوری عمود میشمردیم میتونیم دستمون رو خابیده بگیریم، بگیم یه دونه، دو تا و نیم مثلا، تا میخوره به پاش. از پشت سر منتهی علیه بدنش کجاست؟ مثلا پشت آرنجشه، میگیم دوباره یک کله، دو کله و نیم. مثلا اینجا یه خورده نزدیک سه کله است، اینجا نزدیک دو کله و نیمه. از هر طرف خطشو میکشیم، خطشو میکشیم، خطشو میکشیم، خطشو میکشیم، یعنی بالاترین قسمت بدن، پایین ترین قسمت بدن، چپ ترین قسمت بدن و راست ترین قسمت بدن. مستطیلو که کشیدیم دیگه اون وقت خیالمون راحته که بدن ما از هر طرف چقدر پیش میره، دیگه خیالمون راحته طرحونو میکشیم. قانون شماره دو گفتیم خیلی خوب، وقتی که کله رو کشیدیم اومدیم که بریم باقی بدن رو بکشیم، حواسمونو به چونه جلب میکنیم، یعنی نگاه میکنیم ببینیم این چونه ما جاش نسبتش با شونه ها کجاست، دو تا شونه ها چقدر با خط افقی که ما از چونه میکشیم فاصله دارن، شونه ها بالاترن، شونه ها پایینترن، یه شونه بالاتره، یه شونه پایینتره، اینا مدام در حال تغییرن. خب این شد قانون چونه و شونه. قانون بعدی که خیلی مهم بود گفتیم که خب وقتی که ما داریم موضوع رو میکشیم، مثلا همینطوری که داریم منو میکشیم، دارید مثلا من و من به عنوان یه مدل جلوی شما نشستم و دارید منو میکشید، به تمام این فضاهای منفی دقت میکنید، به این کنجایی که تو بدن ایجاد میشه و اونا رو مثل قطعه نگاه میکنید، نه هیچی، اونا واقعا وجود دارن، مثل قطعات پازل دورور ما رو محاصره کردن و چسبیدن به ما و شما قشنگ اونا رو دارید میبینید. پس اونا رو گفتیم بیاین اصلا جدا بکشید یک گوشه که ببینید که چقدر اینا اهمیت دارن و اینا واقعا قطعات مهمی هن، تا نگاه شما بیشتر به این قطعات جلب بشه. قانون آخر ما قانون خطوط عمودی و افقیه، یعنی اینکه ما به محض اینکه کله رو کشیدیم اومدیم که بدن رو بکشیم با تمام اون قوانین، شروع میکنیم اندفعه خطوط عمودی رو هم میکشیم. مثلا یه خط عمودی میکشیم ببینیم که نوک پاشنه پا چقدر با خط چونه من فاصله داره، یه کنجای مهمیه دیگه تو بدن، مثلا چونه، یه خط عمود چونه من میکشم پایین، میبینم مثلا پاشنه پا یه خورده عقب داره. یه خط افقی میکشم میبینم این شونم با اون شونم چقدر فاصله داره. از آرنج مثلا یه خط میکشم، حالا فرض کنید که این آرنج جلو هم بود، مثلا اصلا دسته اینجاست فرض کنید، اینجا مثلا فرض کنید خط فرو رفتگی آرنج، خب از این آرنج مثلا یه خط میکشیدم میبینم این آرنج یه خورده پایین تره یا اصلا تو یه خطه، میرسیدم به سر آستینای کتم یه دونه خط از پایینش میکشیدم میدیدم این آستینه مثلا پایین تره، به زانوها میرسیدم مثلا اینجا یه فرو رفتگی زانوه، اینجا هم یه زانوه، میکشیدم یه خط ببینم این دوتا چقدر با هم فاصله دارم، میدیدم مثلا تقریبا توی یه خط دارم. به پاچه های شلوار میرسیدم میدیدم مثلا اگر اینجا یه خط بکشم مثلا این پاچه یه خورده بالاتره، اینطوری ایراد خودم رو هی برطرف میکنم.
مثلا از این هشتیه دیگه هر دفعه توی یه طرحی هر دفعه میشه یه چیزی رو پیدا کرد. ببینی الان اینجا مثلا این هشتیه، اینجا یه خط عمود میکشم، میبینم تقریبا مثلا با نوک کفش من توی یه خط، هی شروع میکنم اینا رو مثلا فرض کنید که اینجا الان کت من آویزونه، شال گردن اینجا انداختم، مثلا از شال گردن اینجا یه چیزی آویزونه، از شال گردن یه خط میکشم اینم با دوم کتم، یه چیزایی رو خودتون از زیر بغل یه خط میکشم ببینم آیا با این اتصال مثلا دست و اون ور دستم اون ور زیر بغلم مثلا یکی هست، یعنی همه چی رو دو به دو میتونم با هم مقایسه کنم. مثلا فرض کنید الان شونم بالا پایین، این شونه با اون شونه، الان دستم هم مثلا اینطوریه، حالا ممکنه توی کادر نباشه اما مثلا این آرنجم با این آرنجم، مثلا زانو یکیشو دراز کردم این زانو با اون زانو، این مدام شما شروع کنید عناصر دو تایی بدن رو با هم دیگه مقایسه کردن، یه خط افقی بکشید این بالاتره یا اون یکی بالاتره، دکمه هر چیزی هست، هر چیزی ممکنه مثلا یه چروک بزرگ زیر بغل اینجا هست، یه چروک بزرگ زیر بغل اینجاست، چون همیشه که همه چی واضح نیستش، ممکنه گنگ باشه. پس دو به دویا رو با خطوط افقی شروع کنید با هم دیگه مقایسه کردن، از اون طرف هم با خطوط عمودی از شونه خط بکشید، مثلا الان از اینجا من یه خط میکشم، از سر شونه یه خط میکشم ببینم کجا میخوره، تقریبا میخوره اینجاهای رونه پاش، تقریبا درسته یه چنین جایی میخوره. ببینید یک اتفاقات اینطوری رو شما میتونید حتی بعد از اینکه کشیدید خطا رو بکشید، یا همون زمان که دارید میکشید انقدر دیگه چشتون عادت داره خطوط عمودی و افقی رو هی با هم دیگه هی اینطوری چک میکنید و میایین پایین. پس دو تا قانون خیلی مهم که خیلی ازتون میخوام روش دقت کنید، خطوط عمودی و افقی و فضای منفیه. من خودم شخصا با این دو تا قانون تقریبا خیلی از کارامو انجام میدم، یعنی اگه بخوام خیلی دیگه دقت کنم با این دو تا قانون میتونم دقیق و درست یه کاری رو بکشم و آخر سر خیالم راحت بشه که خیلی شبیه شده. بعدها که توی پورتره رفتیم خیلی این قانون اهمیتش بیشتر میشه، یعنی بعدا این فضای منفیه میشه مثلا سفیدی چشم، مثبته میشه سیاهی چشم، فاصله ابرو تا چشا، فاصله خط پلک اول پلک دوم، فاصله چشم با گوشه های بینی و اصلا صورت پر از فضای منفی و مثبته. اگه از الان این قانون رو محکم تمرین کنید برای پورتره بسیار بسیار جلو میافتید. خیلی ممنونم. این 5 تا درس شباهت رو خوب تمرین کنید تا یه سری نکته های دیگه هم بهتون بگم.